خب برای اینکه عمق فاجعه رو شما ببینین، فرض کنید اینجا آلمانه، خب اینجا هم دانمارکه، اینجا یه آبراهه داره میره اینجا توی این دریای بالتیک به قول معروف، این هم دریای شماله، اینجا هم انگلیسه، خب اینجا هم نروژه. جنگ جهانی که در واقع شروع شد یا قبلش، اینجا هم سوئد، آلمانیا رفتن تمام معادن سنگ معدن سوئد رو خریدن، چون که برای اینکه جنگو بتونن ادامه بدن به منابع آهن، معادن آهن سوئد احتیاج داشتن، از اینجا مثل آب خوردن اینجوری آهن می آوردن و می بردن. ولی خب تصمیم گرفتن که دانمارک و نروژ هم اشغال بکنن، به این دلیل که اگر انگلیسی‌ها از اینجا حمله می‌کردن و می اومدن سوئد رو می‌گرفتن، در واقع نروژ رو می‌گرفتن و دانمارک هم اینجوری می اومدن می‌گرفتن، توی این سپلای آهن به آلمان مشکل پیش می‌اومد. برای همین چیکار کرد آلمان؟ آلمان اومد سه‌سوته اینجا رو قشنگ حمله کرد، در عرض 6 ساعت اومد رسید کل دانمارک رو گرفت، یک فضاحت باور نکردنی. بعدش هم حمله کرد اینجا در عرض 2 ماه اومد نروژ رو گرفت و کامل اینجا خودش رو محافظت کرد، منابع سنگ آهنش رو محافظت کرد، دیگه اینجا قشنگ راحت حمله میکرد. عمق فاجعه کجاست؟ موقعی که این آلمان عزیز با 120 هزار نفر فقط حمله کرد، این دوتا رو گرفت، کل نیروهای اینا 100 هزار نفر بود. قاعده اینجوریه که معمولا نیروهای حمله کننده باید 3 برابر نیروهای دفاع کننده باشن، توی قاعده نظامی اینجوریه، ولی این با تقریبا یه نیروی مساوی اومد 6 ساعت اینجا رو گرفت، 2 ماه هم اینجا رو گرفت، تر تمیز دنیا رو داشت میگرفت. با درود به شما دوستان، من اول نمیخواستم بیام و روی این ویدیو اینجوری صحبت بکنم، خواستم که فقط این سنگرهای آلمانی به شما نشون بدم و خب، ولی واقعا دلم نیومد، یه سری حرفا رو بعد میمدم خودم میگفتم به شما. همونجوری که نشونتون دادم که آلمان اصلا برای چی حمله کرد به دانمارک و نروژ، برای در واقع ساپورت کردن معادن آهنی که توی سوئد داشت همچین کاری کرد و واقعا یه دلیلی داشت که آلمان در واقع داشت تقریبا کل دنیا رو میگرفت اگر آمریکا وارد جنگ نمیشد. و به شما نشون میدم که این مهندسی آلمانی واقعا چقدر کار درست بوده و چرا واقعا اینا بعد از جنگ جهانی دوم به این سرعت تونستن کشورشون رو بسازن. و اینکه یه تفاوت عمده‌ای که من دیدم، خب خیلی توی جنگ ایران و عراق توی تلویزیون نشون میدن یه یاروی نشسته پشت این بیل میکانیکی های جاده که سازندگی بود اون موقع چی بود، و این داره خاک میریزه، خاک ریز درست میکنه، سنگر درست میکنه، و ما فکر کردیم اوکی مثلا دیگه خیلی عالی و خیلی خوب و ایناست، ولی واقعا سنگر بعد ما گفتیم اوکی مثلا ایرانی ها دیگه خیلی خوب دارن کار میکنن، چه سنگری حرفه‌ای و ولای اینا درست کردن، ولی سنگر واقع اینجوریه. ببین الان من نشونتون میدم، ببینید سنگر واقع اینه، نگاه کنید 1 متر قطر سیمانشه. اینو کی ساخته؟ اینو 60 70 سال قبل از اینکه جنگ ایران شروع بشه ساخته، و این برای همین بوده که آلمانی‌ها این کارشون درست، هر کاری که میکنن درست و اصولی برای همین پیشرفت میکنن. بعد ببینید چقدر ضخامت این دیوارا هست، ببین حالا من میرم تو نشونتون میدم، قشنگ 1 متر این مسلسل، ببینید این بالا گذاشته کامل، الان اینجا یه ساختمون هست، اینا تازه درست کردن. ولی اولا از نظر پوزیشن استراتژیک این سنگر، این سنگر در شهر ازبرگ دانمارک هست، کامل تمام این قسمت الان شما نمیتونید ببینید، کل ساحل این منطقه رو با این مسلسل پوشش میداده. الان توی این سنگر هم میبینید هنوز بعد از چندین سال، نزدیک دیگه داره میشه تقریبا 100 سال من از پایان جنگ جهانی دوم گذشته، هنوز که هنوز این سنگرها پابرجا هستن، من فکر کنم اینا سالیان سال بمونن اینجا، و این هم تور استتارش هست که هنوز اینا نگه داشتن اینجا. بریم توی این سنگر، ببینید این الان میره بالا، میره برای این مسلسله، من نشونتون میدم اینجا خیلی حرفه‌ای و مثلا طرف آلمانی، سرباز آلمانی میومد اینجا پشت این مسلسل قرار میگرفت و کامل، اگر این ساختمون اینجا نبود
با این مسلسل خیلی حرفه‌ای و تر و تمیز کل این منطقه رو تحت پوشش قرار میداد. الان پشت این ساختمون رو من قبلا ویدیو گرفتم برای شما دوستان، کامل اون جزیره فنو و پشتش رو با همین یه دونه مسلسلی که اینجا گذاشته کامل زیر نظر خودش گذاشته. چه استتار حرفه‌ای هم اینجا گذاشته این بالا. و ما بریم ببینیم این مال چند سال پیش، مال سال 1940 هست دوستان، الان 2023 یعنی مال 80 سال پیشه. بدون اینکه بخوان بازسازیش میکنن یا چیزی، هنوز سر پا هست. الان میریم سنگرهای دیگه آلمانی هم به شما نشون میدم، توضیح کاملش هم دادم. جو گفتم 1940 تا 45، از سال 1940 تا 45 دانمارک در اشغال آلمان بود. تقریبا بعد از اینکه من یه توضیح به شما کوچیک بدم و بریم توی سنگر رو ببینیم، بعد از اینکه آلمان به لهستان حمله کرد، انگلیس و در واقع فرانسه هم به آلمان اعلام جنگ دادن، در سپتامبر در واقع 1939 بود و چند ماه بعدش اپریل 1940 حمله کرد به دانمارک. به خاطر همون قضیه سنگ معادن سوئدی که به شما گفتم به دانمارک و نروژ حمله کرد که اون قسمت کاور داشته باشه و در کل طول جنگ جهانی هم اینجا موند دیگه، تا موقعی که در واقع آلمان شکست خورد توی دانمارک بود. و چقدر قشنگ ساخته نامه، بریم توی اینم ببینیم چقدر حرفه‌ای و کم ساختنیه. در راپورت چون در آهنی درست درمون اینجا بکنم مرکز فرماندهیشون بوده، اینجا همینی که میبینید اتاقه بودن. یکی از بهترین کشورهایی که سنگرهای آلمانی ها رو نگه داشته، نگهداری کرده و موزه تبدیل کرده همین کشور دانمارک است. الان یه نمونهش هست، یه قشنگ چراغ و این چیزا گذاشته، یک نمونهش هست همینجوری که میبینید کامل اینا با عکسایی که مربوط به همون دوره بوده. این همین سنگری است که ما در واقع توش هستیم. چقدر سیمان اینا وارد کردن. ببین علاوه اینجا اگه تو نقشه نگاه بکنید، اینجا در واقع آلمانه، اینجا دانمارک، همونجوری که نوشته ما در واقع شماره 27 هستیم اگر اشتباه نکنم، اینجا هم ما شماره 28 ایم. بله ما اینجاییم الان. کامل این خط ساحلی رو ببین، اینجا تا این بالای نروژ هم رفته بود، اینجا نیرو گذاشته بودن، اینجا هم گذاشته بودن که دیگه از این سمت انگلیسی‌ها نتونن، همونجوری که اینجا انگلیس از این سمت نتونن، کامل بسته بود و اینجا رو در واقع سکیور نگه داشته بود. اینا نحوه ساخت این سنگره اصلا، سیمان، آهن، انرژی، نیروی کار، چقدر می‌خواست اون موقع که این سنگره انقدر محکم بسازه. ما تو تازه کشوری بود که اینا اشغال کرده بودن، ما تو کشور خودمون دو تا سنگر خاکی بعدون این فکر کنم خیلی استاد جنگی بود. ببینید نگاه کنید حرفه‌ای، قطر دیوار رو ببینید آلمانی‌ها حالا که نشده آلمان، اینجا هم استاد ما داره از اینجا نگاه میکنه. من اول دیدم خیلی ترسیدم عشان ورودیه Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient.